خوب باز ما شما اینو در ما این ببنه. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه انشالله قصد داریم برنامه وین ویر که قبلا انستال شده از طریق از او ویندوز سرور 2008 یا یک کلاینتی مثل ویندوز XP یا 7 نصب بکنیم. روز قسمت برنامه وین ویر کلیک میکنم، برنامه وین ویر باز میشه. قبلا من دو تا ویندوز رو از این نصب کردم، یک ویندوز سرور 2008 که مینست سرور عمل میکنه و یک هم ویندوز 7 که کلاینت منه. وقتی خواسته باشیم دیگه هم نصب بکنیم، میایم به تب هوم، رو از این کلیک میکنیم، گزینه نیو ورچوال ماشین، رو نیو ورچوال ماشین کلیک میکنیم، بعد گزینه تایپیکلی و کاستوم. گزینه تایپیکلی انتخاب شده یا نکست در میزنیم. به این قسمت شما میتونیم وقتی خواسته باشیم اینستال بکنیم ویندوز سرور 2008 یا ویندوز 7، میتونیم از گزینه اینستال دیسک یعنی از طریق سیدی رام، سیدی داخل سیدی رام بندازیم بعد شروع کنیم اینستالشن. اگر شما سیدی نداریم، فایل آیزو داریم، رو گزینه دومی کلیک کنیم، فایل آیزو خود برای از آدرس بریم و این گزینه سومی را اگه تیک بزنیم میگیم آی ویل اینستال لیتر، یعنی بعضو میر اینستال میکنم، فعلا قصد اینستالشن از این ندارم. پس همین چون فایل آیزو ما دارم این گزینه را انتخاب میکنم، بعد میرم براوز میزنم که این فایل آیزو برای از این معرفی بکنم. فایل های آیزوی که دارم میرم داخل همون درایو که هست، داخل درایو دی این فایل باز میکنم. ما آیزو متفاوتی دارم، از اوبونتو دارم، از سرور 2003 دارم، از ویندوز 7 دارم، از ویندوز XP دارم. هر کدوم از اینا که خواستم من میتونم فعلا اینستال بکنم. من چون ویندوز سرور 2008 اینستال دارم و اینستال کردنم عین چیزه، عین ویندوز 7، بنابراین از او صرف نظر میکنیم، تنها ویندوز 7 انتخاب میکنم. اگر ویندوز سرور 2008 هم باشه عین چیزه، فقط شما باید آیزو از او داشته باشین تا اینستالشن رو بتونید پیش ببرین. فایل آیزو ویندوز 7 اورجینال انتخاب کردم، اوپن میزنیم. حالا آدرس از او به این قسمت چیکار شد؟ ذخیره شد. بعد گزینه نکست میزنم. به این قسمت سریال کی و اینا رو میخواد و نام میده برای از به اسم غلام فاروق. میتونید شما پسورد و کانفرم پسورد از این هم چیزی وارد کنید. اگر نه نیازی به این گزینه ها نیه. راحت شما گزینه نکست میزنیم. یس. این جگاه نامی و به اسم ویندوز 7 میگه به قسمت ورچوال ماشین، به این جگاه همین نام ظاهر میشه. این میر نام تغییر میدم، میگم ویندوز 7 این قوسی وا میکنم، نوشته میکنم اورجینال که شما بفهمید فقط یک نامه. شما میتونیم نام خوب بدیم، محمد بدیم، محمود بدیم، ولی بهتر همین سیستم عامله که انتخاب میکنیم به اساس همون نام باشه که وقتی جستجو میکنیم یا ما این باز بکنیم بفهمیم که چی هست. این ویندوز 7 اورجینال چون به یکی به همین نام وجود داره، یکی نامی رو تغییر آوردین. گزینه نکست رو میزنیم. ولی ببینیم اینجوری موقعیت یا لوکیشن رو شما میگه که این فایل از ذخیره میشه. من داخل درایو سی خود جا ندارم. اگر داخل درایو سی رو اینستال بکنم ایرور میده، کمی پیش میره بعد برام ایرور میده. میرم از این قسمت براوز میزنم که همین جا ذخیره سازی فایل از این تغییر بودم. بعد جا شما راحت میتونید میره اینستال بکنید. میرم رو مای کامپیوتر کلیک میکنم، از اینجا کدو درایو من جا دارم، داخل درایو ای 82 جی بی من جا دارم، رو از این کلیک میکنید. حالا به داخل درایو ای اومده. من از اینجا مک فولدر میزنم، یک فولدر میسازم که اطلاعات مداخل از این پراکنده نباشه، داخل یک فولدر باشه و هر وقتی هم که نخواسته باشم اون فولدر باشه و دلیت بکنم از بین بره. اینجوری یک فولدر میسازم به اسم ویندوز 7 یا ویندوز 7. بعضو برای از اینکه یادم بمونه که این کدو ویندوز 7 نوشته میکنم اورجینال، این یک نامیه که من به این فولدر دادم، هیچ گپ پدگی نیه، اورجینال نوشته کردیم. چرا؟ چون یک وقت اگه خواسته باشم همین ویندوز رو دلیت بکنم راحت همین فولدر که من از داخل کامپیوتر خوش افتلیت کنم دیگه ویندوز هیچ وقت بالا نمیایه و استفاده نمیشه. این رو انتخاب کردیم، اوکی میکنیم. حالا ببینیم به اینجوری آدرس ظاهر شد که این فایل ویندوز 7 که شما میخواین اینستال بکنیم داخل درایو ای داخل ویندوز 7 داخل همین فولدر وجود داره. میگم درسته، نکست رو میزنیم. اینجوری میگه 40 جی بی به صورت پیش فرض خود میاره که برای این ویندوز اختصاص میده. ویندوز 7 دیدن 8 جی بی بس، ولی اگه ویندوز 7 2008 یا دیگه سرورهای دیگه اینستال میکنیم حداقل 12 تا 15 جی بی برای از او اختصاص بده. چون ویندوز 7 هم برای از 10 جی بی اختصاص میده، مشکل نداره، یا 9 جی بی یا 8 جی بی بس. این اختصاص دادیم 10 جی بی مکزیمم سایزه که برای از این قرار میده. این اگه اکستراکت بشه فایل از 4 جی بی بشه بازم 4 جی بی دیگه قابل استفاده، یعنی ما میتونیم استفاده کنم. نکست در میزنیم. این گزینه هم گزینه اول استور ورچوال دیسک آن ا سینگل فایل، یعنی به یک فایل تبدیل بکنه. ولی اگه گزینه تغییر انتخاب بکنید از اون فایلی که آیزوی که وجود میاره یا اون فایل
که با داخل از اون فولدر اکستراکت میشه چندین تا فایل به وجود میاره. معمولا سنگل فایل انتخاب شده، فقط گزینه نکسر میزنی. اینجا مشخصات به شما میاره، حالت سمری یا خلاصه کارهایی که کردین، که ویندوز اورجینال شما انتخاب کردیم، نامیور 10 جی بی از آدرس که به اختیار از او قرار دادیم، میموری یا رمی که به اختیار از او قرار دادیم 1024 ام بی. 1024 ام بی زیاده. شما میتونید قسمت کاستماایز هاردویر کلیک بکنید، بعد بریم به این قسمت بگیم برای ویندوز 7 512 ام بی کفایت میکنه، یا به این قسمت بنویسیم، نوشته کنیم 512 ام بی، 512 ام بی از رم به اختیار از این بحثه. چون اگه من رم زیاد به اختیار از این قرار بدم، ممکنه بعضی وقتا گیر وا بکنم، دو سه تا ویندوز در این زمان باز کرده نتونم، و عملی ورچوالایزیشن هم بیشتر با کامپیوترهای صورت میگیره که حداقل رم 8 جی بی بیشترتر باشه، چون اگه کم باشه ارور میده وقتی خواسته باشیم دو سه تا ماشین رو اجرا بکنیم. حالا 512 ام بی از رم اصلی کامپیوتر رو به اختیار از این ویندوز قرار دادم که بتونه از او استفاده بکنه. بعد گزینه اوکی میزنیم، ببینیم حال تنظیمات رم به چند تبدیل شد، 512 ام بی. بعد گزینه فینیشر میزنیم، حالا شروع میشه مرحله اینستالشن. حالا فعلا مرحله اینستالشن ویندوز 7 شروع میشه. اوکی، این قسمت هم به شما حالا میاره ویندوز از لودینگ فایل، فایل ها رو لود میکنه، عین اینستالشن. شما اگه خواسته باشیم اینستالشن به صورت تحقیقی انجام بدیم یا به صورت مجازی به این محیطی که ما داریم، هیچ فرق از هم دیگر نداره. رو از این کلیک میکنم، یا این محیط ویندوز 7 وقتی سیدیر میندازیم بوتی والد انتخاب میکنه، میتونیم از اینجا بگیم ویندوز 7 Ultimated COD بیت باشه، میتونیم XP لایف استفاده کنیم، میتونیم درایف اسنپشات استفاده کنیم یا بکاپی گزینه های خاتمی بعضی استفاده کردیم بعضی نه. شما ویندوز 7 Ultimated رو میخواین انستال بکنیم، یکی اولی انتخاب میکنیم، انتر میکنیم. این ببینیم دیگه نوشته ویندوز از لودینگ فایل، در حال لود کردن فایل ها خونه و عملی اینستالشن فعلا جریان داره. این اینستالشن ویندوز 7 عمود اینستال میشه. اگه شما ویندوز 7 2008 اینستال کنیم باز هم این چیزه، شما اون فایل آیزوی فقط به کار داریم، آیزوی که برای وقت دیشتیم اینستالشن این چیزه، عمود میریم برای از 15 جی بی آدرس میدیم یا 1 جی بی یا 512 ام بی هم رم میدیم، بعد شروع میشه اینستالشن. اینستالشن ویندوز 7 به همراه ویندوز 7 2008 یکسانه، این چیزه، و اینستالشن ویندوز XP به همراه سرور 2003 یکسانه و این چیزه. فقط اگه به صورت اورجینال یا اصلی نصب بکنیم روی یک کامپیوتر و یک جای داره به اسم یوزر، که تعداد یوزرها خود میتونیم مشخص کنیم که من همین سروره برای چند تا یوزر، ما برای 20 تا، برای 30 تا یا برای 50 تا، ولی به مرحله ورچوالایزیشن این چیزه برای شما نمیاره. اینجا ببینید نوشته ستاب از استارتینگ، دیگه فعلا ویندوز در حالت لود شدنه، مای اینستال بشه. اینستالشن ویندوز 7 به صورت عادیه و این ماشینا دیگه دارن که من اینستال کردم، مثل از ویندوز 7، مثل از ویندوز سرور، این مرحله دیش. همون تا برفتیم به تاب هوم، رو گزینه نیو ورچوال ماشین کلیک کردین و همون مرایل به همین ترتیبی که به شما عمل گفتم اینا رو هم به همین ترتیب ختم کردین. و اگر ده تا هم خواسته باشیم در این زمان شما میتونیم انتخاب بکنیم، ولی این که هاردویر شما یا سپورت میکنه یا نه، این مهمه. چند جی بی رم داریم، سی پی یو شما چی مقداره. خب از اینجا نویتا ویندوز رو انتخاب میکنیم، این استالشن ویندوز دیگه اکثریت یاد داریم نه. از اینجا ویندوز 7 Ultimated COD بیت اورجیناله، یکی پری اکتیویتید داریم، میتونم بیام یکی پایینی ای x86 یعنی COD بیت، و اگر x64 باشه یعنی 64 بیت. خب من COD بیت انتخاب میکنم، پری اکتیویتید که نیاز به اکتیویت اینا هم نداشته باشه. بعضی ویندوز ها 7 این چیز رو میاره به شما، بعضی دیگه نمیاره، فقط COD بیت و 64 بیت رو میاره. خب او رو انتخاب کردین، بعد گزینه انتر رو میزنین که شروع کنه به اینستال کردن. یعنی این مرحله اینستالشن اینه، یعنی 0% پیش میره 100% تکمیل میشه، مرحله اینستالشن به صورت عادیه. اگه ویندوز 7 هم اینستال کنیم این چیزه، اگه ویندوز سرور هم اینستال کنیم این چیزه. شما میتونیم رو پی سی خود خوب ویندوز سرور اینستال کنیم، بعد بریم به قسمت کانفیگوریشن. از وقتی رو اینستال کردیم شروع کنیم به کانفیگوریشن، اکتیو دایرکتوری اینستال کنیم، دی ان اس در این زمان خود از اینستال میشه. و یک چیز دیگه هم به شما بگم، زمان شما ویندوز سرور 2008 اینستال میکنیم، وقت اینستال شد هر رولی که در روی اینستال بکنیم نیاز به سی دی نداره، در حالی که ویندوز سرور 2003 هر رول یا هر نقشی که به پی سی میدیم نیاز به سی دی داره، که حتمی باید سی دی خود از او وجود داشته باشه، اگر وجود نداشته باشه کار نمیده. ولی ویندوز سرور 2003
هشت که هسته بدون سیدی هم میتونین شما هر رولی که خواسته باشیم اینستال بکنیم. این دیگه مرحله اینستالشنه، به صورت عادی همیتا پیش میره و هیچ مشکلی هم نمیخوره. پس نیاز نیه ما کل موضوعات رو بریم به یک قسمت ریکورد بکنیم، میتونیم ریکوردینگ رو پاز بکنیم، عملیات با حالت تعلیق بیاریم و وقتی که اینستالشن ختم شد با پس رو حالت آن بسازیم. این ببینید دیگه یک قسمت از این کار ختم شده. حالا نوشته expanding windows file، همیتا پیش میره 1% و 2% تا 100% از این کار ختم شد. و ظاهر از این برنامه را هم به شما معرفی میکنم، از اینکه این برنامه به همین صورت وجود داره. ببینیم وین وی ار که من استفاده میکنم، وین وی ار از نوع چیه؟ وین وی ار 7ه، ورژن از 8 هم هست 9 هم هست، منتهی ورژن فریه. به قسمت شما میتونیم این استاپ بکنیم، این عملیات خواسته باشیم حالت سسپند یا پاز را انتخاب بکنیم، استارتر که بزنیم این ماشین شروع میکنه و گزینه‌ها دیگه که مهم و باید کار بکنیم. امینه که اگه گزینه انتخاب شده باشه این تبلر به شما تبار میاره، ولی اگه گزینه انتخاب بکنیم فول اسکرین میشه، کلا صفحه به حالت اصلی میاره، هر کس ببینه میگه البته ویندوز اصلیه که روی ایران میشه و اینستال میشه، در حالی که روی برنامه ورچوال ماشینه. شما میتونید به این قسمت ببینید تبایی که داره، تبایی به این قسمت کلیک بکنیم در صورتی که تبا باز باشه، ویندوز رن باشه. ولی ویندوزی که ما کار میکنیم روی چیه؟ ویندوز 7 اورجیناله. شما میتونید این مینیمایز بکنیم، بروم ویندوز اصلی خود خود ببینم، پس بروم روی کلیک بکنم، دقت کنم، پس بروم روی ویندوز انهاله وی ام وی ار ما کدومه که هنه یکیه این پرس کنترل آلت میگه فشار بده. این برنامه از هم مهمتر، این استاپ